واردات مالی و مولدات شما داره میبینید؟ من شروع کنم؟ بله داریم میبینیم، شروع کنیم. به نام خدا سعی میکنم حالا من دیگه یواشتر حرف بزنم چون خودم میدونم وقت تند آقای دکتر عبدی حرف بزن چه مکافاتی. به نام خدا، واردات مولد میگو SPF آری از بیماری از شرکت CP تایلند. ببخشید من این لپتاپ هم مال خودم نیست، پایین اومدنش. الان صدا هست دیگه، میتونم شروع کنم؟ بله بله ادامه بدید دیگه، کانتینیو به خود خودتون. بله چشم. تاریخچه تکثیر در ایران از سال 1364 در کلاهی انجام شده. اولین تجربه باز 71 بوده. اول کار ما با ایندیکوس شروع کردیم به مدت چند سال. آقای امانیا ترازی عذر میخوام، از واتساپ قطع بشید شما. صدای فارسی تو واتساپ هم هست، واتساپتون رو ببندید، بعد کنید. خب من اصلا واتساپ هم اجازه بفرمایید. خاموش کنید موبایلتون، این درست میشه. بله چشم. الان خاموش شد. اول صداتون هست. پس اسپیکر یکی از اونا روشنه. شما واتساپ قطع مثلا موبایلم خاموشه. بله. باشه. الان موبایلم خاموشه. باشه. مشکل از شما نیست. اول کار ما با ایندیکوس در ایران شروع کردیم و بعد از چند سال، حدود 4-5 سالی که شروع کردیم و تولید صنعتی ما شد، بیماری به وجود اومد، ولی باز با ایندیکوس ادامه دادیم و بعد از اون اقدام به واردات مولد وانامی از کشور هاوایی شد و بعد به صورت بومی این مولدات دو مرتبه روش کار شد و از مولدات در واقع مولد سازی در استخر انجام شد. اما متاسفانه بعد از یک مدتی افزایش همخونی و بروز بیماری رو داشتیم که آخرین نسلی که ما از میگوهایی که خودمون مولد درست کرده بودیم سال گذشته بود که 13 سال از روش گذشته بود، یا 13 نسل که دچار بیماری بودن. برای همین ما اقدام به واردات مولد کردیم. در مورد تکثیر که همون تولید لار یا بچه میگو از مولد، عواملی که مؤثر هستش خود مرکز تکثیر، منبع آب مطمئن، دانش فنی که خیلی مهمه، خوراک که شامل خوراک مولدین و خوراک لاروی هست و دسترسی به مولد مطمئن که مولدی که بدونیم بیماری نداره. برای وارد کردن مولد ما باید یک سری الزاماتی رو انجام بدیم، از جمله باید از شیلات درخواست بکنیم، کسب مجوز از دامپزشکی، و برای اینکه بتونیم مجوزها رو بگیریم باید مرکز مولد سازی رو به سازمان دامپزشکی معرفی بکنیم که اگر جزء اون لیستشون باشه اجازه میدن به ما. در مورد ما در واقع همین شرکت CP بود که اجازه دادن که از اون شرکت وارد بکنیم. و بعد کارهای بازرگانی، گمرکی و انتقال ارز که خب یکم پیچیده است، بروکراتیکه، ولی ما خوشبختانه تیم قوی داشتیم در ایران که سمت آقای مهندس اسماعیلی خیلی راحت تونستن این کار را انجام بدن. انتقال مولدها شامل دو بخش بود، یکی از انتقال از تایلند به تهران که با هواپیما انجام شد، زمینی از مرکز CP اومد به فرودگاه بین‌المللی بانکوک و از اونجا به تهران که با هواپیما این کار انجام شد، و بعد باید پیش بینی میشد که امور گمرکی و ترخیص اونها خیلی سریع انجام بشه، و بعد انتقال از تهران به مرکز تکسی. اولین محموله که ما داشتیم 4 مارس 2020 از 14 اسفند 99 که با هواپیما اومد. هر محموله که اومد 100 تا یونولیت بود، هر یونولیتی 2 تا پکینگ و هر پکینگ 4 تا اسفند. تاریخ در 4 مرحله اینا اومد که 14 اسفند یا 4 مارس بود و بعدیش 11 مارس و بعدیش، چون ایرانی‌ها دارن میخونن من اینو میگم که آقای مهندس اسماعیلی راحت تر ترجمه بکنن، و به همین ترتیب 4 محموله اومد. محموله اول هر 800 تا رفت شرکت هرمزلاو، محموله دوم باز هرمزلاو رفت، مرحله سوم محموله دوم رفت شرکت صدروف در جاسک، محموله سوم باز بین هرمزلاو و آقای دهخانی تقسیم شد و آخرش هم رفت به جاسک. جمعاً 3200 قطعه مولد اومد که دودمان مولدا CP کنگل بود، مرکز مولد سازیمونم که
تایلند تو استان پچبوری بود، تاریخ ارسال ها رو نوشتم، کل مولدینی که اومده بود 3200 بود، ساعت هایی که به ما مرکز مولدسازی 60 ساعت زمان داده بود از زمانی که پکینگ میشه در تایلند تا وقتی به مرکز تکثیر ما برسه، ولی همونجور که در جدول میبینید ما 46 ساعت، 48 ساعت، 47 ساعت و 49 ساعت، یعنی هنوز هم زمان داشتیم. و بحثی که بود اینکه ما چرا اینا را از تهران به بندرعباس به هواپیما نرسیدیم، حالا به دلیل شرایط کرونا و شرایط پروازی، وقتی که پرواز بیشتر از یک پرواز در هفته از تایلند به ایران نبود و بنابراین ما مجبور اون پروازی که میشه از پرواز بعدی به بندرعباس مشی نمیشد، دفعه اول تصمیم گرفتیم که با زمینی بفرستیم و بعد که دیدیم هیچ مشکلی نیست و خیلی راحت تره و دردسرش هم کمتره، سه تا محموله دیگر هم ما با زمینی فرستادیم. زمان بندیشه که حالا اگر خواستید بعدن جدول رو میبینید که هر کدوم چقدر طول کشید، کار گمرکی و این چیزا. تلفات در حین انتقال در اولی تقریبا صفر بود، در دومی معمول اولی ببخشید 9 ساعت، در حین انتقال اولی صفر، بعدیش 5 تا، بعدی 1، بعدی 2 تا، ولی بعد از 24 ساعت اولی معمول 9 تا، دومی معمول 59 تا که حالا اینجا بحث داره که علتش چی بوده، ولی محموله های بعدی دوتا و دوتا و میانگین تلفات ما بعد از 24 ساعت فقط 2.35% بود که بسیار بسیار آمار خوبی بود. و میگو هم وقتی که رسیدن بلا فاصله وارد سالن قرنطینه شدن طبق توصیه یه سازمان دامپزشکی و بلا فاصله اومدن و ازش تست گرفتن برای ببینن که حالا وایت اسپات و بیماری های مهم ها نداشته باشه. ما عملیات آداپتاسیون رو شروع کردیم، میگوها رو گذاشتیم هم دما بشن هم شوری بشن و بعد از اینکه انجام شد تو دو مدت قرنطینه ما صرفا از غذای پلت شرکت اینوه استفاده کردیم و چیز دیگه بهشون ندادیم و بعد از دو هفته که جواب آزمایش اومد ما عملیات تکثیرمون رو شروع کردیم که شامل قطع پای چشمی بود. اولین قطع پای چشمی 30 اسفند حدود 20 مارس در واقع انجام شد، 30 اسفند 99، و بعد از اینکه قطع پای چشمی انجام شد نرو و ماده ها رو جدا سازی کردیم، در این مرحله از غذای تر استفاده کردیم. و نکته خیلی خیلی مهمی که آقای دکتر مکینتاش هم بهش اشاره کردن، غذای مولدین بسیار مهمه. ما دیگه بعد از الان چندین ساله که دیگه از صدف استفاده نمی کنیم، مولوسکا به هیچ وجه استفاده نمی کنیم، چیزهای مختلف، فقط کرم خونی که از کشور هلند و SPF بوده و مطمئن وارد میشه، مجوز قانونی داشته زیر نظر سازمان دامپزشکی کشوری وارد شده. اسکوئید را ما دایجستیو ارگانش یا دستگاه گوارشش را بیرون آوردیم، کامل تمیز کردیم و ضد عفونی کردیم، بیوماس از منبع مطمئن گرفتیم و کل غذای تر ما همین بوده، کرم خونی، اسکوئید و بیوماس. یه سری مکمل هایی هم استفاده کردیم مثل فلفل پاپریکا، مثل ویتامین ها، مثل پودر سیر و اسپورینا. اینا چیزایی بوده که در حین کارم باز استفاده میکرد. بعد از اینکه ماده ها در مرحله دار میشدن که در این مورد اینم باید بگم که کارایی ما یا افیشنسی ما خیلی بهتر از مولدهای داخلی تو این زمینه بود، یعنی اصولا متوسط 10% ماده ها در روز مرحله دار میشن، ولی برای ما تا 20% هم رسیدیم و حتی بیشتر که به مرحله 4 میرسیدن. بعد از اینکه ما میگوهای مولد مرحله 4ی که در واقع مرحله 4 رسیده بودند و معرفی میکردیم به میگوهای نر و بعد از این اونایشون که جفتگیری کرده بودن که آمار اونا هم از میون اونایی که معرفی کرده بودیم آمار خیلی خوبی داشتیم برای اونایی که جفتگیری کرده بودن، به سامنه ناپلگیری انتقال میدادیم و بعدن بعد از این که ناپلی تولید میکردن ما اونا را فقط از طریق فوتوپریودیسم مثبت، نورگرایی مثبت، فقط لارف‌های ناپلی‌های قوی رو جدا می‌کردیم و بعد انتقال می‌دادیم به سالن تکثیر. و نکته مهم که حتما باید بدونیم و حتما خیلی جاها هم رعایت میشه، ما کلن سالن در واقع برودستاکمون، سالن ناپلی‌گیری، اینا مقررات خیلی سخت داره، از سالن پرورشون کاملا در واقع سالن تکثیر جداست، عبور یک طرف است، یعنی کسی نمیتونه بره و دو مرتبه بخواد از اونجا بیاد بره تو سالن تکثیر، به هیچ وجه به همدیگه راه ندارن. ضوابط بهداشتی حالا
رعایت موارد بهداشتی مثل دست شستن، پا شستن و این چیزا بسیار بسیار به دقت رعایت میشد. مسئول مرکز بسیار دقت بالایی داشت روی این قضیه که این موارد رعایت بشه. اگر بخوام خلاصه بکنم، نتیجه‌ای که در واقع ما داشتیم همونجور که دارید میبینید، ما اون تعداد مولد زنده‌ای که به ما رسید 1389 تا بود که در واقع 1400 تا 400 تاش در واقع سهم مرکز تکثیر آقای دهخانی بود، 1000 تاش مال ما. به این ترتیب که هر 1400 تا تو مرکز تکثیر ما بودن، ما ناپلی تولید میکردیم و سهم آقای دهخانی رو میدادیم و خودمون اونم برمی‌داشتیم برای تولید. علاوه بر اینها یه مقداری ناپلی هم ما فروختیم و از اون 1389 تا 695 تا ماده بوده، 694 تا نه. آخر دوره با نظارت سازمان دامپزشکی مولدهایی که مونده بود و ما برداشت کردیم، سید کردیم و آخر دوره 1171 قطعه زنده موندن که 570 تا ماده بودن و 601 نه، یعنی حدوداً 218 تا فقط در طول دوره ما تلفات داشتیم. لاروی که تولید شد بر اساس لارو خودمون، لارو آقای دهخانی و ناپلی فروخته شده، کلن 380 میلیون بوده. یعنی از 1400 قطعه یا 700 جفت 380 میلیون قطعه ما تونستیم لارو تولید بکنیم که همه زیر نظر باز دامپزشکی تولید شد و ارسال شد به مراکز پرورش. کل ناپلی که تولید کردیم 1,650,000,000 بوده و میتونیم بگیم که تعداد لار به ازای هر جفت مولد 275,000 تا در طول دوره بوده و تعداد ناپلی به ازای هر جفت مولد تولیدی 12,000,000 در طول دورمون هم 117 روز بوده. به ازای هر جفت مولد ما این مقدار ناپلی داشتیم و به ازای هر قطعه حدوداً 24 من. حالا اگر من بخوام مقایسه‌ای داشته باشم بین مولدهای داخلی و مولدهای خارجی، سالهای قبل مثلا فرض کنیم اگر 300 میلیون تولید تو مرکز تکثیر خودمون داشتیم با استفاده از 6,000 تا مولد بوده که اینا رو دوبار عوض می‌کردیم و در نتیجه یعنی سه برابر این چیزی که هست، چهار برابر این چیزی که هست ما مولد داشتیم. در نتیجه کرم خونی، بیومست، اسکوئید، همه اینا مصرفش چهار برابر بود ولی امسال مصرف همه اینا به یک سوم رسید. ما با 6000 تا مولد، حدوداً 6000 مولد 300 میلیون تولید داشتیم، الان با 1400 تا تو مرکز خودمون نه کلن 220 میلیون تو قطع لارو ما تولید کردیم که کارایی خیلی خوبیه. برنامه ای که ما برای سال آینده داریم این که قطعاً و قطعاً مجدداً مولد وارد بکنیم و بتونیم دو مرتبه از نسل F1 که از شرکت CP میگیریم مجدداً استفاده کنیم. بازخوردهایی که از پرورش دهنده داشتیم الان یه مقدار زوده، ولی حالا یه عده برای کراپ اول تا چیز کردن، سید کردن و باز ما گفتیم که خود شیلات هم بره چک بکنه آمارشون. بعضی آمارهای خیلی خوبی داشتن از جمله حالا مثلا شرکت برفرش که مثلا تو 80 روزه 18 گرم با درصد بازماندگی بالای 85% داشتن. اکثر کسایی که از ما بردن و سید کردن حدود 90-95% 85% بازماندگی داشتن و خیلی قابل اطمینان نیست تا بتونیم کاملا مقایسه کنیم، ولی میزان رشدشون هم به نظر چشمی خوب میاد، ولی باید بعدن آنالیز بهتری بشه تا ما بتونیم بگیم. البته در مزارع ما شرایط مختلفه، غذاهای مختلفی استفاده میکنن، حوادث مختلف و امکانات مختلفی. و در آخرم تشکر میکنم هم از توجه شما و هم از تیم آقای مهندس اسماعیلی که کمک کرد این کار انجام بشه و ما بتونیم به این دستاورد خیلی بزرگ برسیم. از همه شما متشکرم.